با درود خدمت شما عزیزان. مجدد بابک کرری هستم با برنامه دیگری از برنامه های خبربین در خدمت شما. درود تونی عزیزم، خوش آمدید. از دوستان عزیز قدیم نازنین و واقعا از کسانی که نمیدونم خیلی حق به گردن من داره و این برنامه البته و صفحه خبربین کلو و دوستان دیگری که تشریف میارید یا این برنامه را بعد خواهید دید. عرض شود خدمتون که سپاس از اینکه هستید و هستم و میتونم برنامه دیگری رو امروز در خدمت شما عزیزانم باشم و اینکه امروز مسائلی رو بررسی خواهیم کرد که شاید در چی میگن در کورانه اخبار، مسائل و حوادث دیگر گم شد و گم میشه. چرا؟ چون میاد رژیم برای ما به قول معروفی قوطی بگیر و بنشون میگذاره و این قوطی بگیر و بنشون بعد باعث میشه که ما از اصل خبرها منفک بشیم. درودی دارم به آیدین عزیزم شبکه یور تایم، سپاس دارم ازش این نازنین رو که محبت میکنی برنامه رو به چی میگن پخش میکنی برای داخل ایران. امیر عزیزم که الان اومد، فری خانم گل و دوستان دیگری که میآیند. الان خیر مرسشون دیر شد، هنوز نیومد. بگذاریم عرض کنم که این هفته خبرهایی بوده که در دنیا به خصوص در آمریکا، درود امیر جان، خیلی مسئله تحت تاثیر خودش قرار داد و در ایران یه سری سیرک به راه انداختن. عرض شود که چه چیزی پنهان بمونه. دیروز یه جلسه‌ای بود، جلسه‌ای تشکیل شد از طریق مجازی، جلسه سازمان انرژی اتمی. سازمان انرژی اتمی از زیر مجموعه های سازمان ملل متحد هست و از آن سازمان هایی است که تا به جرئت میتونم بگم 6-7 ماه پیش این سازمان هم دست روسیه و چین بود. یعنی شخصی به نام آماو این سازمان رو اداره میکرد، به قول معروف جنرال دیرکترش بود یا رئیس کلش بود، که این شخص در عمل همه گونه سعی کرد دیده خطاپوشی در مورد کارهای رژیم اسلامی داشته باشه، بدان معنا که هر اتفاقی افتاد روشو کرد اون طرف که برجام به هم نخوره، روشو کرد اون طرف و خیلی مسائل دیگه. یعنی تا روزی که آماو بود هرچه کشورهای دیگر، کشورهای ذی‌نفع دیگر از جمله آمریکا، رضا جان آمد الان میگه بالای صفحه پین کن این لایو رو، چشم رضا جان الان پین میکنم، از شاید که این هرچی کشورهای دیگه به آماو میگفتند، آماو خودش رو دقیقا میزد به اون راه. یعنی خیلی راحت سعی در پنهان کردن مطلب و خفه کردن مطالب میکرد، تا جایی که آمدن 2-3 سایت اتمی رو معرفی کردن و که گفتن اینجا میتونه فرض بفرمایید که پلوتونیوم باشه یا مواد غنی شده وجود داشته باشه، ولی اما آمد تمام این کیس ها رو خفه کرد و از بین برد. سویل جان خوش آمدید. عرض شود که این جلسه اما مرد، یعنی بالاخره یه جایی هم این کائنات باید به نفع ملت ایران کار کنه دیگه، غیر از این که نیست. زد و آماو پس و پیش شد و افتاد و مرد و شخصی به نام گروسی که آرژانتینی هست جای آماو رو گرفت. دوریدی دارم جناب سرنگ عزیزم، مرجان خانم نازنین، عرشبت که خانم مهاجر و تمام دوستانی که می آید. و این گروسی آمد و دوباره تمام ادعاهایی رو که بر علیه رژیم اسلامی شده بود رو مطرح کرد.
به همین سادگی. جمهوری اسلامی اول سعی کرد، خب این مدت هم بیماری کرونا بوده و به قول معروف چی میگن، همه جا یه جوری تق و لق و تعطیل و از این صحبت ها، سعی کرد قبلش تا میتونه لابی کنه و در کنارش تهدید کنه. یعنی از یه طرف آمد از روسیه، مثلا دیروز با روسیه اینا یه بیانیه مشترک دادن، اصلا خنده داره که ما به زورگویان گوش نخواهیم کرد. زکی روسیه خودش اول زورگو عالمه. بعد بدین صورت شد که اینها از یک طرف آمدن سعی کردن که گروسی را مثل آما بخرن، چون اینا خیلی راحت میرن میخرن، من راحتی کاری هم نداره برشون، و از یه طرف دیگه هم اومدن خط و نشون کشیدن که وای اگر به قول معروف قطعنامه بر علیه ما صادر شه و اینا اینا، حالا به اونجا میرسیم. اما قبل از اینکه جلوتر بریم، اول بذارید من شما رو به این آقای گروسی معرفی کنم، ببینیم گروسی کیست. Well, these places are, we have reported in back in March and again now. We have information for a number of years already that we have been corroborating and validating that indicates the possibility of the existence of nuclear material or activities there, which justifies the fact that we are reaching out and asking Iran for more clarification about them. In fact, it's about three, but one place is no longer relevant in terms of a potential visit there. So this is the basis of our interest at the moment. بله، این آقای گروسی است و در این دقیقا مصاحبه است که دیروز اتفاق افتاده. درود به فرامرز عزیزم. مصاحبه است که دیروز انجام شده بعد از جلسه شورای حکام سازمان انرژی اتمی، و اینکه ایشان داره میگه که ما به دنبال سه منطقه در ایران داریم میگردیم. یعنی سه منطقه به اینها گزارش شده. بر طبق گزارشاتی که شده، یکی از این مناطق میگه خیلی الان مطرح نیست، ولی دو منطقه دیگه، دو نقطه دیگه، این دو نقطه نقاطی بوده که همیشه حتی از قبل از برجام مورد علاقه سازمان انرژی اتمی بوده که بره ببینه اینجا چه اتفاقی افتاده. و در تمام این مدت رژیم و سپاه پاسداران با تمام قوا، عرض کردم، چه با دیپلماسی چه با به قول معروف زور، جلوی این مطلب رو گرفتن. حالا دیروز آقای گروسی اینو اعلام نکرد کدوم مناطق، ولی خب دیگه به قول معروف در خواهد آمد. مناطق هم مناطق نظامی هست، یعنی جاهایی که رژیم در برجام سعی کرد خارج از محدوده اعلام کنه. پس نهایتاً شروع درگیری جدید آژانس انرژی اتمی با رژیم اسلامی بر سر مطالبی هست که از قبل وجود داشته. درود همه را جناب، خوش آمدی. از قبل وجود داشته و اینکه در طول مدتی که آمار رئیس آژانس بوده این مطالب تماما دفن شده. حالا این رئیس جدید آمده ببینه که داستان چیه. چون رژیم اسلامی، برگردیم به تاریخ مطلب، مثلا فوردو یه مثالشه، نیروگاه اتمی. این نیروگاه رو آمد و در کوه ساخت همزمان که داشت با غرب مذاکره میکرد، به همین سادگی. آخرش هم که میگن تقیه میکنیم، خودعه میکنیم. امامشون گفته تقیه کنید، خودعه کنید. یعنی همزمان که آمده بود داشت با غربی ها مذاکره میکرد، همزمان در کنارش رفته بود و داشت نیروگاه اتمی میساخت بدون اطلاع. یعنی اعتمادی بین دنیا و رژیم اسلامی در عمل وجود نداره. این یه موردشه. فقط مورد دیگهش، خیلی راحت صالحی آمد جلوی دوربین ها، درود فریبا جان، صالحی آمد جلوی دوربین ها در تلویزیون و اعلام کرد، گفت ما راکتور عراق رو پر نکردیم.
رکتور عراق هیچی نشده. رکتور عراق چند تا لوله داشته، توی این لوله ها رو ما با سیمان پر کردیم، اما قبل از اینکه توی این لوله ها رو ما با سیمان پر کنیم، رفتیم قبلش عین همین لوله ها رو خریداری کردیم که هر ثانیه ای که بخواهیم لوله های پر از سیمان رو در بیاریم، لوله های خالی رو جاش بگذاریم، رکتور عراق رو فعال کنیم. خب این یعنی پدر سوختگی اتمی. یه تعارف که با هم دیگه نده. یعنی جمهوری اسلامی، آخوندها آمدن شروع کرده دنیا رو رنگ کردن. این سابقه کار آخونده با جامعه بین المللی. برای همین هم هست که اعتمادی وجود نداره، اعتمادی وجود نداره. ولی همانطور که گفتم، بعد از این مسئله برجام به گونه ای شد که آمریکا به حالا حاج حسین و اوباما، نه آمریکا، حاج حسین و اوباما یه جوری پیکار اینا رو ول کرد، چون واسه خودش هم توش نون بود، واسه کری، واسه خودش، واسه کلینتون، واسه چه میدونم شرکت های وابسته به اینها. آدم با حقوق ریاست جمهوری یه دفعه نمیتونه بره خونه چند ده میلیونی بخره. این یه اصله، حساب دو به اضافه دو معمولا میشه چهار اگر مال ما باشه. و اینکه این مسئله مسکوت گذاشت. اما امروز که دیگه به قول معروف کلانتر شهر عوض شده، هم در آژانس اتمی هم در کشور آمریکا، امروز آمدن و این مسئله رو دوباره مطرح کردن و آژانس به دنبال جوابی که رژیم حاضر نیست بده، به همین سادگی که دارم عرض میکنم. Comparisons, I think the situations are very different. Here we do have a process of engagement with Iran, and we do have a disagreement, which is clear, on this particular request for access. But we do also have, and this is well known, there are lots of other verification activities ongoing in the country. So I think one has to establish the facts. Clearly, no, in order not to rush into other speculations. In terms of the places, the places are relevant because there is information on the three of them having been places where nuclear activity and the presence of nuclear material is very possible. So the places are well known to us and to them, and suffice to say that it is clear where these places are. بله، در اینجا خبرنگار از ایشون سوال کرد که خب اگر رژیم اسلامی بخواهد مثلا فرض کنید مثل صدام حسین و عراق ادامه بده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ البته این خبرنگارا جهتدار سوال میکنن، چرا یه نکته ای رو بگیرن و بعد بزنن مظلوم نمایی و شغال مرگی و به نفع رژیم. این آقای گروسی جوابشو خیلی خوب داد، گفت اصلا چنین سناریوی ممکن نیست. اما ما با رژیم چی میگن اختلاف داریم و رژیم به اختلاف پاسخ نمیده. در مورد این سه نقطه از نظر ما قطعی هست. چرا؟ چون بر طبق اطلاعات رسیده ردپای اورانیوم غنی شده در این مناطق به قول معروف کشف شده از طرقی که خودشون دارن. یعنی ببینید، یه بخشی از کار سازمان انرژی اتمی این هست که خب بازرس بفرسته. بازرس وقتی میره به ایران، شما مسلم بدونید بازرس رو به فوردو موقعی که میساختن نمیبرن، بازرس رو میبرن مثلا فرض کنید رکتور امیرآباد نشونش میدن که اصلا یه چیز منفعل مثلا 40 خورده 50 سال اونجا افتاده. پس بازرس نادیده ها را نخواهد دید، این رو بیان قبول کنیم. و اینکه بازرسین خودشون بازرسی میشن وقتی در جمهوری اسلامی میرن، اینم نحوه کار جمهوری اسلامی. میمونه یه راه حل دوم یا یه طریق دوم. طریق دوم سازمان اطلاعاتی هستن، سازمان اطلاعاتی آمریکا، اروپایی‌ها سازمان اطلاعاتی دارن در ایران، قوی هست. عرض به خدمت شما اسرائیلی‌ها که حالا آقای نتانیاهو ادعا کرده بود که رفتیم نمیدونم
5 تن اطلاعات برداشتیم، از تهران آوردیم و خیلی مطالب دیگه، و بخش بسیار زیادی از این اطلاعات هم از همین طریق میرسه باز به دست آژانس اتمی و اینها اطلاعات رو دارن. یه چیز جالبی هم که ایشان در مصاحبهش در بخش دیگرش گفت این بود که ما تا نیاییم تحقیقات راستی آزمایی نکنیم، کیسی درست نکنیم که موقعی که جلوی دیگر اعضای شورا میگذاریم این کیس قابل قبول باشه، مسلم به اینجا نمیرسیم. یعنی تلویحا ایشان گفت آقا ما کارمون رو کردیم، تحقیقاتمون رو کردیم، اطلاعاتمون رو داریم، این دوسیه یا کیس رو هم، پرونده رو هم به باقی اعضا نشان دادیم و مطلبی هست، گرفتاری وجود داره، همون گرفتاری که رژیم امروز تمایل نداره در موردش پاسخگو باشه. ببینید خیلی راحت بیم راجع فکر کنیم، شما مثلا فرض کنید که نمیدونم دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، دکتر کایروپراکترم نیما جان گل، پسر جوان ایرانی نازنین ناجی جان من، و صحبت سر این بود که چی میگن، مثلا فرض کنید که اگر در آمریکا من رو تو فرودگاه به خاطر رنگ موم، حالا یا رنگ چشمام بگیرن و بزنن بغل و فلان و اینا، آیا ناراحت میشم یا نه؟ گفتم نه، به خاطر چون اولا چیزی پنهان ندارم، دومنم به خاطر امنیت یک کشور من ایرادی نمیبینم حالا من رو 2 دقیقه معطل کنه. برمیگردیم سر مطلب دیگه، قیاس به قول معروف قیاس نمی کنم، ولی مطلب اینجاست که وقتی که شمایی که رژیمی که ادعا میکنه من چیزی برای پنهان کردن ندارم، چرا باید بیاد؟ سوال اینجاست چرا باید بیاد و به خواست آژانس که بازدید بازرسانش از 3 نقطه هست و نه بیشتر تندر نده، پاسخ هم نده، از اون طرف دندونم نشون بده، حالا فیلم اون دندونه رو براتون میگذارم، ولی دندونم نشون بده به همین راحتی. مثل این مونه که مثلا چه میدونم من شما بپرسم سیگار دارین یا مثلا فندک دارین، یه دفعه اخ کنی به تو چه، تو چی کاری، اصلا به تو چه ربطی داره؟ و این یه مسئله بسیار کوچیکه در سطح جهانی و در سطحی که میتواند واقعا گران تمام بشه. تا امروز بذارید این مطلب رو با هم دوره کنیم، تا امروز از روزی که پرزیدنت ترامپ آمده تحریم ها رو گذاشته، ولی اروپا، روسیه و چین به هیچ عنوان همکاری نکرد، شرکتاشون ممکنه، دولتاشون نه. اما اگر واقعا این پرونده به قول معروف در شورای حکام به مسئله بر بخوره که امروز برخورد، آن وقت است که شورای حکام پرونده رو ارجاع میده به شورای امنیت سازمان ملل. این پرونده که ارجاع بشه اونجا قطعنامه های قبلی رو فعال میکنه، یعنی همان قطعنامه هایی که احمدی نژاد، احمقی نژاد بهشون میگفت ورق پاره، و موقعی که اون قطعنامه ها به قول معروف فعال بشن دیگه، یعنی همینی که نیست هم نیستتر خواهد شد، به این سادگی که دارم عرض میکنم. یعنی مسئله بسیار مهم و بسیار خطیر است، و اگر ریگی به کفش جمهوری اسلامی نیست، خب مگه مرض داره که پاسخگو نباشه؟ مگه مرض داره که اجازه نده بازرسای آژانس؟ شما که میگی نیست، شما که میگی ما این در این 3 نقطه‌ای که آژانس ادعا میکنه ما هیچ گونه به قول معروف غنی‌سازی اورانیوم نداشتیم، بسیار عالی، چرا اجازه نمیدیم میان ببینن؟ چرا به آژانس اتمی پاسخگو نیستید؟ چرا هر قدمی که برمیدارید میخواهید کشور ایران رو، ملت ایران رو در یک قهقرای به قول معروف چاه عمیق‌تر فرو ببرید؟ برای چی؟ اگر شما ریگی به کفشتون نیست، دراتون رو باز کنید، درای کشور رو، از
بازرسا دعوت کنید بیاین و ببینن. این رو هم عرض کنم باز خدمتتون، این بخشی از پروتکل الحاقی هست، اصلا ربطی به برجام نداره. حالا باز جلوتر که بریم این مطلب رو هم باز میکنم که ما در اینجا در مورد پرونده انرژی چی میگن پرونده اتمی رژیم، ما دو تا مسئله داریم که این دو مسئله داره به موازات هم پیش میره. اینو دقت کنید، برمیگردیم. Precisely this is the reason why I decided back in March that this should be subject to or treated under a separate report so that there's no confusion here. One thing is our work on JCPOA, which is I would say as an added task as prescribed by the statute that mandates that we take apart from our normal work, that we take specific assignments which are given to us by member states, and this was one. And the other thing is how Iran is complying with its normal obligations under the additional protocol, which is why we have this problem. Complementary access, as you know, is at the heart of the additional protocol. It's one of the most important measures that all countries, including Iran, agreed to when they agreed back in 1997 to have the additional protocol. بله. میگه در سال 1997 رژیم اسلامی پروتکل الحاقی، ببینید ما اینجا دو تا مسئله داریم، یکی برجامه، یکی یه پروتکل الحاقیه. پروتکل الحاقی همه کشورهایی که اکثر کشورها امضا کردن و تمام کشورهایی که پروتکل الحاقی رو امضا کردن، که ایران هم جمهوری اسلامی هم در سال 1997 این پروتکل رو امضا کرده، تمام اینها موظفن در هر روز، هر ساعت و هر مکانی که آژانس اتمی درخواست کرد، اینا اجازه دسترسی به سایت ها، به مکان ها رو بدن. این اصلا به برجام ربطی نداره، این برمیگرده به پروتکل الحاقی که رژیم اسلامی در سال 1997 امضا کرده. خود این آقای گروسی هم داره میگه ما اینجا دو تا مطلب داریم، برجام و پروتکل الحاقی، و ما داریم سعی میکنیم این دوتا رو به قول معروف جدای از هم مطرح کنیم. همیشه مسئله که امروز داره مطرح میشه اصلا مسئله نیست که برجام ارتباط داشته باشه، مسئله است که بالاخص به گفته خود آقای گروسی برمیگرده به پروتکل الحاقی که رژیم امضا کرده، و بر طبق اون پروتکل الحاقی رژیم موظف هست که وقتی که آژانس از رژیم درخواست میکنه که مناطقی رو یا منطقه‌ای رو یا سایتی رو در ایران بخواهد مورد بررسی قرار دهد، رژیم باید این اجازه رو بده. توجه دارید، همون مسئله هست این پروتکل الحاقی، همون پروتکلی هست که صدام حسین را هم به زیر کشید، چون اجازه نداد بازرسای سازمان ملل وارد کشورش بشن، راستی آزمایی کنن و به دنبال چیزهایی بگردن که ادعا شده بود. رژیم دانسته، آگاهانه، با توجه به مسائلی که عرض کردم، داره ایران رو به سمت نابودی میبره، یعنی دقیقا و به همین سادگی. حالا باز توضیح میدم چرا. مسئله اینجاست که وقتی که پروتکل الحاقی رو امضا کرده باید اجازه بده، اگر اجازه نده انرژی سازمان انرژی اتمی پروندهش رو به راحتی میفرسته به شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ها رو دوباره فعال میکنه و بعد قطعنامه های دیگر هم به روی آن افزوده خواهد شد، که این قطعنامه ها بتونه شامل هر چیز باشه. بیاین خیلی گول رفاقت روسیه و چین رو نخوریم. چرا؟ تاریخ مثل کتابی باز در پیش روی ماست. بزرگترین پشتیبان صدام حسین روسیه بود، به همین سادگی. حالا چینی ها هم همینطور، یعنی
هر دوی این کشورها با چنگ و دندان از صدام حسین دفاع میکرد. تا روزی که همین مسائل پیش اومد، همین درگیری ها پیش اومد، حماقت های صدام بهش اضافه شد و دنیا به جایی رسید که آمد آمریکا گفت آقا من میخوام این بره، شما سهم از عراق چقدر میخواهید؟ گفتم مثلا حالا فلان حوزه رو به ما بدین فلان، یا مثلا ما اصلا با عراق کار نداریم، سوریه رو دست ما بدین. بر اساس معامله ای شد. وقتی این معامله اتفاق افتاد، عراق به این روزگار افتاد، یعنی قدرت مرکزی از بین رفت. البته این در مورد ایران امکان پذیر نیست. چرا؟ چون عراقی ها از نظر به قول معروف ملیت ملت نبودن. عراقی ها عراقی کشور ساختگی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود میاد، جنگ جهانی اول اگر اشتباه نه، بعد جنگ جهانی اول به وجود میاد. و اینکه اونها اون بستگی های ایران رو ندارن و در به قول معروف مسائلی که ایران توش بوده تا حالا نبوده. پس اون سناریو رو بذاریم کنار، ولی کلن مسئله تخریب زیر ساخت ها، صدمه به کشور، عرض به خدمتتون که فشار بیشتر روی ملت، همه و همه و همه به خاطر اینکه رژیم اسلامی نمیخواهد اجازه دهد که بازرسان سازمان انرژی اتمی بیایند و سه نقطه در ایران رو بازرسی کنند. چرا؟ این که تازه میگم عرض کردم خدمتتون مدتی است این قضیه داره جلو میره. رژیم تا امروز، تا دیروز سعی کرده بود درپوش بگذاره، همون درپوشی که روی پیمان پالرمو گذاشت، تا روزی که پیمان پالرمو ورداشت کشور ایران رو گذاشت جزو لیست سیاه خودش از نظر پولی و اون بلاهای اضافه سر اومد. اگر امروز دلار داره به طرف 20,000 تومان میره، بی دلیل نیست، توجه داشته باشید. یعنی اگر رژیم همین اشتباهات رو نکرده بود، ما جزو لیست سیاه پیمان پالرمو نبودیم، باز هم فرستادن و گرفتن پول انقدر سخت‌تر نمی‌شد. با همه حماقت‌هاش، اون 10 نفری که 20 نفری که اولیگارش‌های رژیم، شخص خامنه‌ای، سپاه پاسداران، سرداران رده بالا، اینها آمدن یک ملت رو گروگان گرفتن. میگن حرف حرف ما، ولی بهاش باید از جیب ملت بره. گرفتاری اینجاست که نشستن از جیب خالی ملت ایران دارن چک میکشن، خودشون هم عین خیالشون نیست. ویلاهای لواسون که حالا به اونجا میرسیم، زیر برخیش پناهگاه چه میدونم زده هسته‌ای داره، عرض به خدمت شما که بله لواسون جاییه. و اینکه خودشون چشم زخمی نمیبینن، بچه‌هاشون همه خارجن. شما نگاه کنید، از بچه های لاریجانی گرفته تا باقی اراذل اوباش نظام، همشون در خارج هم. نیکبخت، لاریجانی، کوفت، زهرمار، درد بیدرمون هم خارج هم. پس اون نهایتا نگرانی برای خودش نداره. خیلی هم باشه، گفتم پناهگاه خودشو داره، هیچ بلای سرش نمیاد، ولی مملکت رو که به بحران بکشن، کشور رو که به بحران بکشن، این دودش به چشم کی میره؟ به چشم ملت ایران میره. بهاش رو کی باید پرداخت کنه؟ بهاش رو هم ملت ایران باید پرداخت کنه. این پاسخی هست که این شیرین عقل نماینده چی میگن؟ سخنگوی وزارت خارجه میاد میده. دقت کنید، این موجب تأسف ماست که دبیرخانه سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد از طریق برخی کشورهای خاص تحت فشار قرار بگیرن و گزارشهایی رو تایید بکنن یا اینکه قرائت بکنن و اعلام بکنن که پایه و مبنای درستی نداره و متاسفانه دقت نکنن که سالیان سال است که ایالات متحده آمریکا سازمان‌های بین‌المللی رو گروگان اهداف خودش گرفته و این به دور از این خط مشی آمریکایی‌ها نیست. همینطور گزارش آژانس که همتون در جریان هستید ارتباطی با البته موضوع برجام نداره. این موضوع اینا دارن یک موضوع بسته شده رو باز میکنن که مبنای ادعاشون هم
مثلا ادعاهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و شخص آقای نتانیاهو هست که بازم جای تأسف داره که آژانس به جای اینکه اتکا بکنه به مدارک متقن و یا نگاه بکنه به همکاری های خوب جمهوری اسلامی ایران و همکاری های سطح بالایی که جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه با آژانس داشته اینها رو کنار بذاره و ادعاهای رژیمی رو بپذیره یا مبنای سوالاتش قرار بده که خصومتش با مردم ما و با نظام ما و با نظام بین الملل و بله در کل جان کند، همینی که دیدید، یعنی به عوض این که بگه انرژی اتمی سه نقطه رو میخوای ببینی، این تاریخش، این اتوبوساش منتظرتونن در فرودگاه، تشریف بیارید بیارید ببینید، هیچ خبری نیست، من چه کاری نمی‌کنم. به عوض این آمده داره امن یجیب میخونه، یه چیزایی بوده ولیکن بسته شده بوده و چون بسته شده بوده باغ بسته بوده، پس چون بسته بوده بسته بوده، یعنی مزخرف. کشور دشمن، دشمن اومده به ما، اسرائیل گفته، این یاوه ها چیه؟ شما دارین جان و مال یک ملت، وجود و به قول معروف عزت یک کشور رو زیر سوال میبرین، به خطر میندازین به خاطر پروتکلی که خودتون امضا کردین و در اون پروتکل آمده که آژانس هر روز که قصد کرد میتواند هر کجا را که بخواهد رو ببیند. شما رفتی اون امضا کردی می نکردی؟ اون پدر سگی که رفتی پروتکل امضا کردی به جواب بده. خب موقعی که پروتکل امضا کردی یعنی نخوندید امضا کردی؟ این تو پروتکل هست. امروز هم آژانس داره میگه آقا من میخوام این سه نقطه رو ببینم. مرگ شما چیه؟ این داستان ها چیه؟ این شغال مرگی ها، زوزه ها چیه؟ بعدم تهدید که آقا اگه اینجوری ادامه پیدا کنه آژانس بد میبینه. چه آژانس چی میبینه؟ آژانس چی میبینه؟ نه، شما هر وقت گفتی یکی قرار بد ببینی، ملت بدبخت ایران بوده که بد دیده. و سلام. آژانس چه چیزی رو قرار بد ببینه؟ چه اتفاقی؟ چرا اینقدر تهدید میکنید؟ مگه تهدید شدید که تهدید میکنید؟ بعد پدرتون لعنت، بگذارید بیان این سه نقطه رو ببینن، شر رو بکنید. مال برجام هم نیست، ملت سوا کنید اینو مطلب رو از هم. این به برجام هیچ ارتباطی نداره، این خواست آژانس بین‌المللی اتمی هست بنا بر اطلاعاتی که دریافت کرده. آژانس هم تا این ثانیه اعلام نکرده که این اطلاعات از کجا رسیده. یعنی اینکه الان این بی پدر و مادر داره میاد میگه آمریکا، اسرائیل دشمن، دشمن، همه اینا دروغه، مزخرف، بی مبناست. خب چرا نمیذاریم میام ببینن؟ درود سارای گلم، احمد نازنین، بهزاد عزیز و دیگر دوستانی که میایید. فریبا خانم و گل رو گفتم، فلورای عزیزم میگم، فرهاد نازنین، دوستان خوب، انقدر من جو زیاد دارم، خب واقعا آدم خوشبختی هستم از این نظر. شاید از خیلی نظرهای دیگه آدم راضی نبودم، ولی از این یک نظر آدم خوشبختی هستم که دوستان بسیار نازنین دارم اینجا و کسانی محبت میکنن، وقت میگذارن و به حرفای من گوش میکنن که یکی از یکی فهمیده تر، نازنین تر، لایق تر، باشعور تر و دوست داشتنی تر هستن. پس برگردیم به سر مطلب خودمون و آن اینکه امروز حرف من اینجاست. رژیم آمده پروتکل الحاقی رو امضا کرد. بنا بر مطالبی که، شروطی که در پروتکل الحاقی آمده، هر کشوری رو آژانس میتونه در هر روزی که بخواهد مورد بازرسی قرار بده. پروتکل الحاقی سال 1997 رژیم امضا کرد. امروز آژانس آمده میگه ما به برجام کار نداریم. بسته بنا بر
پروتکل الحاقی سال 1997 که شما خواندید و امضا کردید، ما بنابر آن امروز میخوایم سه نقطه رو در ایران بازدید کنیم. ایراد کجاست؟ ایراد کجاست؟ حالا میان میگن آقا سیانت ما به خطر، چه میدونم، شما اگه سیانت داشتید که دریای کاسپیان رو برنمی داشتید بدید به روسیه، شما اگه سیانت داشتید که خلیج فارس رو به چین نمیدادید، شما اگه سیانت داشتید که چابهار رو به هندیا نمیدادید، آخه این که این چه سیانتیه؟ شما سیانت ندارید، شما شرف ندارید، شما حیثیت ندارید. مگر اینکه چیزی برای پنهان کردن داشته باشید. و یه خبر بد دارم برای رژیم اسلامی، و آن اینکه این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست. یعنی فکر نکنید که شما فردا برید گروسی رو هم بخرید، نه، گروسی یه جوری با آماو، با اون رئیس قبلی فرق داره. و الان هم که میبینید آمده شمشیر از رو بسته، میگه آقا پروتکل رو امضا کردی، این حق آژانسه که بیاد این سه نقطه رو ببین. میخوام ببین، شما اگر فکر کردید که مثل احمدی نژاد سرتون رو بکنید زیر برف و تهتون رو بکنید هوا انشالله گربه بود، از همون کاغذپارهایی که احمدی نژاد گرفت خواهید گرفت و تعداد بسیار بیشتری. اگر خدای ناکرده زبانم لال بلای بزرگتری بر سر ایران نیاورد، و مسئول شما هستید، از خامنه ای گرفته تا سپاه پاسداران گرفته تا عرض شود که تشخیص مصلحت نظام گرفته، که تشخیص مصلحت زوالدونی نظامه، هرچی آشغال دیگه به قول معروف تاریخ مصرفش تموم میشه میزن تو تشخیص مصلحت. لاریجانی، احمدی نژاد، رضایی، یعنی اصلا موزه کثافت نظام اسمش شده مجمع تشخیص مصلحت. همین سادگی، همه زبال درشتا رو برم دارم میدونم تو مجمع تشخیص مصلحت، و همه شما مسئول هستید. کسانی که در داخل و خارج به این رژیم کمک کنن، تلویزیون هایی که در خارج بیاین روی میز و زیر میز به قول معروف مسئله رو یا پوشش ندن یا لاپوشونی کنن، همه شما مقصرید. چرا؟ چون باز مثل یک مشت روانی و دیوانه نشستید پشت یه قطاری که باز به قول اون احمدی نژاد گور به گور، حالا اونم دارن مطرح میکنن دوباره، در قطاری هست که قطار ترمز نداره، ولی شرایط الان با شرایط با زمان برجام فرق کرده، همان گونه که شرایط زمان برجام با سال 2000 فرق. یعنی هر روز کاری کردید که بدتر بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اجتماعی. این رو فقط خواستم باز کنم، چون در هفته های آینده شما بیشتر از این مطلب خواهید شنید در مورد این پرونده، و مسئله بسیار مهمی هم است، چون وقتی که این پروسه به قول معروف سرعت بگیره، عرض کردم الان آژانس این درخواست رو میکنه، رژیم اجازه نخواهد داد. آژانس به خاطر همین مطلب میتواند این پرونده را به شورای امنیت بفرسته. این پرونده به شورای امنیت که بره دیگه وتو متو نداره، ثابت شده که رژیم اجازه نداده، استنکاف کرده، از پروتکل الحاقی عدول کرده، و همین باعث میشه که باز تمام اون وقت چی میگن قطعنامه برگرده. دیگه چین نمیتونه بیاد واسهتون وتو کنه، دیگه روسیه نمیتونه بیاد واسهتون وتو کنه. این یه پروسه اتوماتیک هست با اون گونه که وجود داره، و اگر رژیم اجازه نده این اتفاقات خواهد افتاد. و به هر صورت این از این مطلب تمنا میکنم برنامه رو به اشتراک بگذارید. تمنا میکنم برنامه رو به اشتراک بگذارید. چرا؟ چون مهمه، بسیار مهمه. یعنی رژیم داره کار رو به جایی میرسونه که دیگه کل کشور در خطره، هیچ کس هم اجازه حق حرف زدن نداره بجز خامنه ای و دوروری هاش، اولیگارش های رژیم، کسانی که در عرض این 40 سال 41 سال
ملت ایران رو غارت کردن، ثروت ایران رو غارت کردن و امروز با تکیه بر همان پولهای دزدیده شده در ایران قدرت میخرند، اسلحه میخرند، نفر میخرند، آدم کش میخرند. اولیگارشی یعنی همین که یه تعدادی از سران و نزدیکان بیاین آنقدر بدزدن که به حال مرگ بیفتن، بعد از این پولی که دزدیدن برای کسب قدرت خودشون استفاده کنن. یه مافیا در سطح بزرگترش. این رو به اشتراک بگذارید، تمنا میکنم تا دیگر هموطنان هم بدانند. عرض شود که یک مطلب بسیار مهم دیگری در این یکی دو هفته اخیر در جریانه و اون مطلب سیرک، واقعا سیرک، واسهتون میذارم چرا، سیرک محاکمات معاون اجرایی قوه قضاییه، یعنی شخصی به نام تبری است. تبری کیست؟ عرض به خدمت شما یه همچین جانوری. شما فرمودید که با آقای نجفی و آقای مشایخ رفیق 35 ساله، مثل سه تا برادر بودیم، مثل سه تا برادر بودیم. حسن این هشت من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده، من ازش میخوام کل لواسه من بنام من بکن میکنه، بگم کارخونه بنام من بکن میکنه. چرا؟ میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چی کار کنم ندارید؟ حرف اصلی رو زدم. آقای تبری گفتن که ما با هم دوست بودیم، اونها دوست داشتن به بنده اموال بدن و بیش از این هم میخواستن میدادن و درست میفرماین. آقای تبری محبوب دلهای متهمان اقتصادی بود. آه آه آه، این یه تهمت دیگه، این هم یه تهمت دیگه. به این سیرک نگین چی باید بگی؟ یعنی واقعا سیرک. حالا میخوایم بیایم الان ببینیم که چرا سیرک، چرا الان. چون مسئله فقط شخصی به نام تبری نیست. تبری کسی بوده که به قول معروف همه کاره شاهرودی بوده، همه کاره لاریجانی بوده و سالیان سال در دستگاه قضا خدمت کرد. خدمت که نه، خیانت کرده، دزدی کرده. چرا الان؟ چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید، با توجه به بنبست‌هایی که رژیم بهش رسیده، یکی از نقشه های رژیم در زبان انگلیسی بهش میگن exit plan یا در زبان فارسی میشه به قول معروف طرح خروج. از این گرفتاری این هست که بیاید به هر صورت یا خامنه ای را بکشد، یا خامنه ای را برکنار کند، یا خامنه ای بیاید و خودش کنار برود. یعنی یکی بیاد این وسط قلاده رو بندازه گردن خودش، باقی رو نجات بده. همچین حالتی. حالا یا خودش بندازه یا بندازن گردنش. به همین منظور اگر دقت کنید یواش یواش رئیسی را آوردن بالا. یه دفعه هم از ترس رئیسی به قول معروف چی میگن؟ خودباختگانی در ایران رفتن به روحانی رأی دادن. یعنی انقدر این حیوان، حیف حیوان، با پوزش از حیوانات، این انگل انقدر محبوبه، این رو آوردن شروع کردن مطرح کردنش. چرا؟ چون هم عمامه سیاست، هم این که به قول معروف چی میگن، میخوان بندازنش دیگه. حالا این مشتبه که نشد، رئیسی رو قراره بیارن بالا. خب رئیسی که قاضی دادگاه های مرد بوده، رئیسی که بیش از چند صد حکم اعدام داده، رئیسی که عرشبت 41 سال در دزدی، غارت، تجاوز و همه اینا شرکت داشته، اینو چجوری باید محبوب شه؟ بدین گونه که وقتی که میاد اول باید بیاد 4 تا خورده پا رو بگیره. یعنی اینجا مسئله تبری نیست. تبری 20 ساله داره سابقه شو داریم، داره دزدی میکنه صبح تا شب، شب تا صبح. این الان اینجا تو این ویدیو که میگفت 8 تومن به من دادن، بذارید اصلاح کنم، 8 تومن ببین، 8.5 تومن ببین یعنی چی. 8.5 تومن مقصودشون 8.5 میلیارد تومنه. 8.5 میلیارد تومن
در سال 90 معادل بوده با 5 میلیون دلار که امروز همون 8.5 تومن ایشون در ایران چیزی در حدود 100 میلیارد به قول معروف، حالا عدد دار اشتباه میگم دیگه ببخشید، صفر دست منم در رفته، مرگ بر جمهوری اسلامی. و اینکه این رقم 8.5 میلیارد نبوده در عمل، یعنی به پول امروز 5 میلیون دلار بوده. یک فقره دخالت، فقط آقای طبری برای یک فقره دخالتش در یک پرونده لواسان 5 میلیون دلار آن روز دریافت کرد، بجز آپارتمانایی که گرفته، بجز خونه‌ای که گرفته. و بیاد داشته باشید رژیم اسلامی آمده محدود کرد دزدی‌های طبری رو. چرا؟ چون اگر واقعاً ابعاد کامل دزدی‌ها اینو نشون میدادن، اون وقت بود که دیگه اصلا خودشون هم نمیتونستن تاب بیارن، پای خیلی ها میومد تو بلا. بعد الان میبینید میگه 8 تومن به من داده، 9 تومن به من داده. نه قربون، 5 میلیون دلار به شما داده، 7 میلیون دلار به شما داده. اینجوری بگو مردم درست بفهمن چی داری میگی، چون الان با قیمت دلار بهای به قول معروف پول ملی به جایی رسیده که شما الان باید 2 میلیارد، 3 میلیارد، 4 میلیارد بدین یه آپارتمان 100 متری بخرید. روی صفحه سایت دیوار که شما برید نوشته به دستور مقام قضایی ما اجازه نداریم قیمت املاک رو دیگه نشون بدیم. چرا؟ قیمت به جایی رسیده که دیگه اصلا مسخره است. پس گول نخور، این یه سیرک. اولا طبری و طبری ها بدون آگاهی شاهرودی، بدون آگاهی لاریجانی، بدون آگاهی حراست قوه قضاییه، بدون آگاهی اطلاعات سپاه، بدون آگاهی وزارت اطلاعات، بدون آگاهی خامنه‌ای و سپاه، اینا نمیتونستن یه چنین دزدیایی بکنن. خوب متوجه این باشید. طبری امروز یک جنازه است که میخوان بندازن وسط راه که فقط یک دل ملت قدری خوش بشه، دو عرض کنم خدمتون که رئیسی به عنوان قدر قدرت و به قول معروف امید مطرح بشه. این یه چی بهش میگن، متد جدید نیست. شما برگردید به چند سال قبل در کشور چین همین اتفاق افتاد، یعنی چینی ها هم به خاطر داشتن جزیره ماکاو، قمارخونه های اونجا، کلن فساد داخل سیستم خودشون از دهدار گرفته تا رئیس حزب کمونیست چین و هر کسی دیگر، واقعا دیگه کار اونجا هم به گونه به بن‌بست رسیده بود. آمدن چه کردن؟ این پرزیدنت شی که شما امروز میبینید دقیقاً با شعاری آمد که رئیسی آمد، با هیبتی آمد که رئیسی آمد، یعنی رئیسی کپی پرزیدنت شیه و آمده با به قول معروف دست زدن، آویزان شدن به مسئله فساد، یک خودش رو محبوب کنه، دو جای پای خودش رو برای مرحله بعدی محکم کنه. پس گول نخوری. چرا؟ چون نه طبری که شما دارید میبینید در این مطلب طبری واقعیه، نه دزدیهاش واقعیه، دزدیهای اینها هزاران برابر بیشتره، و نه اینکه این مبارزه با فساد واقعیه. چرا؟ چون اگر واقعا طبری فاسد بوده، رئیس طبری هم باید جواب بده. لاریجانی کجاست؟ یادم رفت، مجمع تشخیص مصلحت. شاهرودی کجاست؟ خب اون البته به درک رفت، اون قبلش کجا بود؟ اون هم مجمع تشخیص مصلحت، یعنی زباله‌دونی اونجاست، اولیگارشا اونجا. اما لاریجانی جوابی نداد. تا حتی دفتر لاریجانی نامه نوشت، انقدر وقیه هم نامه نوشت که شما اتهام بی خود دارید به ایشون میزنید، اتهامات ایشون رو ما قبلا دیده بودیم و از همه اتهامات مبرا شدند.
شما میخواید با متهم کردن ایشون حضرت آیت الله رو بهش لطمه بزنید، گور پدر آیت الله و پدرش و پدر پدر پدرش. پس متوجه باشید طبری یک مهره بسیار کوچکه، مشخص از قبل ساخت و پاخت شده، اگر نبود نمیومد به قاضی وایسه بگه شما از این رفیقا ندارین، بعد به حال تو ما از این رفیقا داریم، حرف بزنم کل لباسون رو به نامم میکنه. تو چه کاره ای و اونی که میخواد کل لواسون رو به نام تو کنه چه کار است؟ حالا البته نشون میدم بعد اونی که قرار بود کل لواسون رو به نام این کنه آمد و چه گفت، ولی در کل این شروع خط طبری هست که عرض کردم خدمتتون. الان واحد اداری سانا متری 50 میلیون تومان، زمین مشجر لواسان الان 20 میلیارد تومانه. در ماجرای املاک لواسان، مشایخ که واسطه پرداخت رشوه 500 هزار یورویی به غلامرضا منصوری قاضی سابق و متهم فراری این پرونده بوده، امروز از تماس تلفنی این متهم گفت. گفتن که شما بگید آقا این پول من خودم به شما قرض دادم. کی به شما زنگ زده؟ آقای منصوری. امروز به اتهامات طبری و مشایخ در کلاک لواسان رسیدگی شد که جلسه بعدی هم به دفاعیات وکلا و ورود به بخش‌های دیگر پرونده اختصاص داره. 20 جلد از این پرونده 96 جلدی به اتهامات اکبر طبری در حوزه کلاک لواسان اختصاص داره که تخلفات او و برخی متهمان در سال‌های اخیر منتهی به تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی شده. منیه پشما به همین سادگی، به همین خلاصگی ساخت و ساز شده. نبارمون نصف بیشتر کسانی که مثلا دستگیر کردن همه اینام هدفدار دستگیر شدن، یکی از اینا اصلا بی ربطه، بازرسیه که دستور فیلترینگ تلگرامو داده، یعنی فقط میخوان دل مردم رو خنک کنن، هیچ قصد دیگه ای نیست. هیچ کدوم از اینا هیچ بلایی به سرشون نخواهد اومد. این طبری هم پشتش به جایی گرمه که به قول معروف هیچ بلایی سرش نخواهد اومد. این هم اون کسی که قرار بود بیاد کل لواسون رو به نام این کنه. ببینیم این کی بوده؟ این بابا می‌خواسته بیاد کل لواسون رو به نام این کنه. بنده اصلا نمی‌دونم زمین جاش کجا هست. نمی‌دونم آقا چی ساخته شده. نمی‌دونم آقا چه قیمتی اصلا کی ساختتش. نه اطلاعی از این زمین دارم، نه اطلاعی از برج روما دارم خدا شاهده. نه اصلا آقا من اشتباه کردم، آقا با این موی سفید گول خوردم. گول چی؟ گول صحبت ها وکالت از آقای نجفی داشتم، رفیق 50 ساله من، شریک من بود تو کارخونه سیما، از من خواهش میکرد آقا برم انجام دادم، اینم اشتباه کردم آقا ببخشید، حالا من اشتباه کردم، من غلط کردم آقا. این میخواسته لواسون رو به نام اون بزنه، آقا من غلط کردم، آقا من غلط کردم. یعنی تمام اینها، درودی دارم سعید نازنینم، دوستانی که آمدید، عرض شود که احمد عزیز، دیگه اسماعیل نازنین و مارک عزیزم، درود عزیزم، سپاس که آمدید، فدا چم، مرسی عزیزم، و دوستان دیگری که می آیند. یا ببخشید اگر من اسامی رو نمی بینم اینجا، من این کامنت ها که میاد بالا دونه دونه میگم. برگردیم به این، پس آقایی که قرار بود لواسون به نام بزنه گفت من غلط کرد. حالا چطوری میتونه لواسون به نام بزنه؟ باز میرسیم به این. باز دارم تکرار میکنم، اینها که شما امروز در صحنه میبینید آفتابداران درجه 2 و درجه 3 آخوندها و به قول معروف فرماندهان سپاه هستند. شما هیچ وقت تا حالا اونها رو در هیچ تریبونی ندیدید که بیستند و پاسخ بدن. اینا آفتابدارهای درجه 2 و درجه 3 هستند، بی ارزشن، دلالن، فقط همین. میاد مثلا 100 میلیارد چه میدونم 2 میلیارد 3 میلیارد دلار واسه فلان آخون جابجا میکنه، 10% حق دلالی میگیره. اینا اونا گول نخورید، با فساد مبارزه نشده. وقتی با فساد مبارزه خواهد شد که با ریشه فساد مبارزه بشه، نه با ساقه هاش. اینا ساقه که نیستن هیچی، برگ های زرد خوش شدهش هستن. ریشه فساد شخص خامنه ای هست، رژیم اسلامی هست، سپاه پاسداران هست و باقی کسانی که از این رژیم طرفی بستند و به قول معروف سعی در بقای این رژیم دارند. ریشه فساد اینه. ریشه فساد طبری اصلا ارزش نداره. بعد جالب بود که
انقدر به قول من آشور بود که خانم فهمید این حسن عباسی هم اومد دیگه ببینیم حسن زیر عمامه و زیر عبای یک به اصطلاح رئیس قوه و فساد رو از اونجا هندل کنه و به جامعه پمپ کنه، اون فرد میلیاردها بار باید اعدام بشه. نظام باید خجالت زده باشه از اینکه زیر گوش رئیس قوه قضاییه یک زالویی بوده پرونده های فساد هندل میکرده، که عکسی که دیروز منتشر شده با فرغون و لیفتراک دارن پرونده این فرد رو میبرن. استاد همکاری جل میگیره درشون. نه عزیز، در حکومت جمهوری اسلامی اگه حکومت جمهوری اسلامی قاضیش ما رو اعدام هم کنه ما بر حکم حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه. بله مدکی آفتاب پرست از یه طرف میاد میگه که آقا با لیفتراک میآوردن، تازه این کوچیکشه. بعد از اون طرف موقعی که فیلم آخر فیلم مال قبله که اگه قاضی جمهوری اسلامی حکم اعدام هم برای ما بده ما با کمال میل میپذیریم. گور پدر دروغوی حقوق باز پدر سگ، یعنی تمام داستان شده این گندکار در اومده. ملت عزیز، نازنینان من، فرزندان من، جوانان من، دست گلهای من، گول نخورید، گول نخورید. این فقط برای گول زدن شماست. بگذاریم مطلب آخر، چون وقت داره دیگه تمام میشه، 4 دقیقه دیگه وقت دارم، بیشترم ندارم. این فیلم رو ببینید، این لایویه که نکبت مالکش اعظم ظریف گذاشته. آقای وزیر وقتی که میشنوه که یک فرد به دلیل فقر خودکشی میکنه چه آنی رو چنین خبری به هم میزنه؟ یه احساسم من دارم به عنوان وزیر امور خارجه که اولین فکری که میکنم اینه که تو کجا کمکاری کردی، تو کجا وظیفه خودتو درست انجام ندادی که نتونستی در حد توان خودت معیشت مردم رو بهبود ببخشی، در حد توان خودت موانع رو برداری، در حد توان خودت کاری بکنی که وضعیت مردم بهتر بشه. من وقتی که با دوستام تو وزارت خارجه صحبت میکنم میدونید که وزارت خارجه در برابر سایر وزارت خونه های خارجه دیگه خب خیلی امکانات کمی داره. همکاران من حقوقاشون خیلی کمه، ولی بهشون میگم این حقوقی که شما میگیرین هر 1 ریالش و هر 1 دلارش برای اونایی که خارج ایران هستن از جیب اون کارتون خوابی اومده که به نان شبش هم محتاجه. برای تو ما باید وظیفه خودمون رو فراموش کنیم که باید ما اومدیم واسه اینا کار کنیم، اومدیم باری از معیشت از دوش اینا برداریم، اومدیم کمک بکنیم به معیشت این مردم. بذار دو وظیفه من احساس میکنم، یکی به عنوان وظیفه انسان، به عنوان یک انسان، به عنوان یک همنوع، دومی به عنوان وزیر امور خارجه. بله، اینم آقای ظریف هستن. دو روز بعد از این صحبت با این محافظان در ترکیه با اون کیسه کش پشتیش در مال با پول اون کارتون خواب ها برن خرید لاکچری میکنن عزیزم. بله، به همین سادگی پول کارتون خواب هاستو ببینید چند تا ماشین وایستده، چقدر خرج این رفتن ظریف با این هیکل قناص و ریخت عوضی به این مال شد، چه خرید، چه کار کرد. و این از پول اون کارتون خوابا میاد، خودش داره میگه گر پول کارتون خوابا ما میگیریم. پدر سگ، تو از پول همین کارتون خوابا نمیتونی این همه عمل دکر پشت سرت قطار نکنی، مال نری، حالا معلوم نیست چی خریدی چی نخریدی، دو تا کیسه کش هم دنبالشون که با کیسه سبز. هر صورت ایرانی کشور توست، امیدوارم که به زودی بتوانی انان اختیار کشورت رو به دست بگیری. دور هم نیست، صبح سحر نزدیک است، منتها همت میخواد و اینکه میتوانی. منی که در خارج هستم وظیفه من اینه که صدای تو باشم، و تویی که در داخل هستی کشورت رو باز پس خواهی گرفت. از تمام دوستانی که آمدن سپاسگزارم، تمنا میکنم برنامه را بار آخری به اشتراک بگذارید.
ممنون میشم ازتون که دستمزد من فقط همین است و بس. دوستتون دارم طبق معمول همیشگی. عزیزانم، نازنینانم، ایرانی ایرانی ایرانی، به خدا به خدا که خود خدایی. با سپاس از همه شما، تا دیداری.